لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. خداوند دوست ندارد که کسی به گونه آشکارا دیگری را به بدیاد کند مگر شخصی که با او ستم شده باشد، و خداوند شنوا و داناست. این تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قدیرا. ولی عمل نیکو را خواه آشکار سازید یا آن را پنهان کنید یا از بدیها گذشت نمایید، بیگمان خداوند عفو کننده تواناست. این الذین یکفرون بالله و رسله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا. بیگمان آنانی که از خدا و پیامبران او انکار می‌ورزند و می‌خواهند بین خدا و پیامبران او به جدایی قائل شوند و می‌گویند ما به بعضی ایمان داریم و از برخی دیگر منکر هستیم و می‌خواهند راهی را در وسط این دو راه بگیرند. اولئک هم الکافرون حقا و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. هم ایشانند کافران واقعی و ما برای کافران عذاب رسوا کننده آماده کرده. والذین آمنوا بالله و رسله ولم يفرقوا بین احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحیما. و برای کسانی که به خداوند و پیامبران او ایمان دارند و در بین هیچ یک از پیامبران فرق نمی گذارند، خداوند به زودی پاداششان را می دهد. خداوند آمرزگار و مهربان است. یسألک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألوا وآتينا موسى سلطانا مبينا. اهل کتاب از تو می خواهم تا برای ایشان کتابی از آسمان به یک بارگی فروداری، واقعا ایشان از موسی خواهان معجزه از این هم بزرگتر شده، گفتند خداوند را به گونه آشکار به ما بنمایان. پس ایشان را به سبب این ستمشان سایقه گرفت. بعد از آن که برایشان معجزه های روشن آمده بود، گوساله را با خدایی گرفتند. با این هم از این گناه آنها را عفو کردیم و به موسی غلبه آشکاری دادیم. و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا و قلنا لهم لا تعدوا فی السبت و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. و برای گرفتن عهدشان کوه طور را بر سرشان بالا کردیم و باری به ایشان گفتیم به دروازه با فروتنی درایید، و باری دیگر به ایشان گفتیم در روز شنبه تجاوز نورزید، و از ایشان پیمان استوار و جدی گرفتیم. فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
ایشان به سبب شکستن پیمان استوار خیش و انکار خیش از آیات خدا و کشتن پیامبران به ناحق و این گفته ایشان دلهای ما غلاف است، بلکه خداوند بر دلهایشان به سبب کفرشان مهر نهاد، از این رو جز عده کمی از ایشان ایمان نمی آورند. و بکفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، و نیز به سبب کفرشان و تهمت بزرگی که بر مریم گفتند. و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وگفته ایشان که ما بدون شک مسیح پسر مریم پیامبر خدا را کشتیم، در حالی که ایشان هرگز او را نکشتند و نه هم او را به دار زدند، بلکه بر ایشان امر مشتبه شد و حقا کسانی که درباره او اختلاف ورزیده اند از آن در شکند که در زمینه هرگز علمی ندارند مگر پیروی گمان و به یقین او را نکشتند. بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزا حکیما، بلکه خداوند او را به سوی خود بالا برد و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، و واقعا از اهل کتاب هیچ کس نیست مگر اینکه به او پیش از مرگش ایمان می آورد و او در روز رستاخیز بر ایشان گواه می باشد. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا، پس به سبب این همه ظلم یهودیان ما بر ایشان چیزهای پاکیزه را که به ایشان حلال گردانیده شده بود حرام ساختیم و به سبب که ایشان تعداد بسیاری را از راه خدا منع می کردند. و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرین منهم عذابا الیما، و به سبب سودخواری ایشان در حالی که از آن منع شده بودند و به سبب این که ایشان مال مردم را به ناحق می خوردند، ما برای آن عده ایشان که کافر شدند عذاب دردناک را آماده ساختیم. لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. مگر کسانی از ایشان که از علم استوار برخوردارند و مؤمنان به آنچه به تو فرستاده شده و آنچه پیش از تو فرستاده شده بود ایمان دارند و آنهایی که نماز را به تمام و کمال ادا می کنند و زکات را می پردازند و به خدا و روز آخرت ایمان دارند و ایشان به زودی پاداش بزرگ می دهیم. وآتينا
داود زبورا. اکاو که ما به سوی تو وحی فرستادیم، طوری که به سوی نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم و به سوی ابراهیم، اسحاق، یعقوب و اولاده وی و به عیسی، ایوب، یونس، هارون و سلیمان وحی فرستادیم و به داود زبور را دادیم. و رسولا قد قصصناهم عليك من قبل و رسولا لم نقصصهم عليك و کلم الله موسى تکلیما. پیامبرانی که پیش از این برای تو داستانشان را گفتیم و پیامبرانی که داستانشان را به تو نگفته ایم و خداوند با موسی سخن زد. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. پیامبرانی هم مژدگانی دهنده هم بیم دهنده تا برای مردم بعد از ارسال پیامبران دلیل بر خداوند نباشد و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. لیکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون وکفى بالله شهیدا. مگر خداوند گواهی می دهد بر اینکه آنچه را به سوی تو فرو فرستاده آن را به علم خود نازل کرده است و فرشتگان نیز گواهی می دهند و خداوند برای گواهی بسنده است. این الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله قد ضلوا ضلالا بعیدا. حقا آنهایی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند بدون شک به گمراهی دور و درازی گرفتار شدند. این الذین کفروا و ظلموا لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم طریقا. و واقعا آنهایی که کافر شدند و ستم نمودند هرگز خداوند آنها را نمی آمرزد و نه هم ایشان را بر راه هدایت می کند. الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا و کان ذلك علی الله یسیرا. مگر بر راه دوزخ که در آن جا برای همیش به سر می برند و این کار برای خداوند آسان است. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ای مردم، بیگمان پیامبر برای شما براستی از جانب پروردگار شما آمده است، پس به او ایمان بیاورید، این کار برای شما خیر است. اما اگر کافر شوید، پس بیگمان آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست و خداوند دانا و با حکمت است. یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض
وكفى بالله وكيلا. ای اهل کتاب، در دین خود غلو یعنی افراط مکنید و در شان خدا جز حق چیزی دیگر مگویید. واقعیت امر این است که مسیح پسر مریم پیامبر خدا و کلمه اوست که او را به مریم القا کرده و روحیست از او. پس به خداوند و پیامبران او ایمان آرید و مگویید که خدا سه است. از این خودداری کنید، بخیر شماست. بیگمان خداوند خدای یکتاست، پاک است از این که او را فرزندی باشد. هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و خداوند در کارسازی بسنده است. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله ولا الملائکة المقربون و من یستنکف عن عبادته و یستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا. عیسی از این که بنده خدا باشد سرپیچی نداشت و نه هم فرشتگان مقرب از این سرپیچی دارند. و هر کی از بندگی خدا سرپیچی کند و سرکشی نماید، پس خداوند همه ایشان را به زودی به سوی خود جمع می کند. فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله و کسانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند، پس خداوند مزدشان را کامل می دهد و به ایشان از فضل خود می افزاید. اما کسانی که سرپیچی کردند و سرکشی ورزیدند، پس خداوند ایشان را به عذاب دردناک مجازات می کند و جز خدا برای خود حامی و مددگاری نمی آمد. تحقیق به شما حجتی از جانب پروردگار شما آمده است و به سوی شما روشنایی آشکاری را فرستادی. آنانی که به خداوند ایمان آوردند و به کتاب او چنگ زدند، به زودی خداوند ایشان را مشمول مرحمتی از جانب خیش و مهربانی می سازد و ایشان را به سوی خود برای راست هدایت می کند. یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله این امرؤ هلک لیس له ولد وله اخت فله ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. از تو فتوا می خواهم. بگوی خداوند به شما درباره کلالت چنین حکم می کند: اگر مردی بیمیرد و از خود فرزندی باقی نگذارد و صرف از او خواهری بماند، برای او نیمه میراث است و او یعنی برادر از خواهر خیش ارث می برد. اگر از آن یعنی خواهر فرزندی نمانده باشد، اگر دو خواهر باشند،
ایشان دو ثلث میراث را مشترک می گیرند. اگر برادران و خواهرانی باشند، مرد دو برابر حصه زن را می گیرد. و بدین ترتیب خداوند به شما احکام میراث را روشن می سازد تا گمراه نشوید. و خداوند به همه چیزها داناست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم ان الله يحكم ما يريد. برای شما گوشت تمام حیوانات چهار پا حلال گردانیده شده است، مگر آنچه با شما خوانده می شود. اما هنگامی که در حرم یا در لباس احرام هستید، شکار حیوانات بر شما حرام است. و تحقیق که خداوند آنچه بخواهد حکم می کند. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ای مؤمنان، به شعائر خدا بی حرمتی مکنید و نه هم به ماه حرام، نه به هدی و نه هم به حیوانات دارای قلاده و نه هم به آنهایی که قصد بیت الحرام کرده اند تا فضل و خوشنودی پروردگار خود را بجویند. و هنگامی که از حرم و لباس احرام بیرون شدید، شکار کرده می توانید. دشمنی گروهی که شما را از مسجد الحرام باز داشته اند شما را بر آن ندارد که تجاوز کنید و در نیکوکاری و پرهیزگاری یک دیگر را کمک کنید و در گناه و ظلم کمک ننمایید. از خدا بترسید و تحقیق که خداوند سخت عذاب کننده است. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بر شما گوشت حیوان خود مرده، خون، گوشت خوک و آنچه را در وقت ذبح نام غیر خدا بر آن گرفته شود و آنچه به اثر خفه کردن مرده باشد یا به اثر ضربه شهید یا به اثر سرنگون شدن از جای بلند کشته شده باشد یا به اثر شاخ زدن حیوان دیگر مرده باشد و آنچه را حیوان درنده خورده باشد حرام گردانیده شده است.
مگر آن که آن را ذبح کرده باشید و نیز آنچه بر سنگ های نصب شده برای قربانی بتان ذبح کرده می شود و آنچه را به وسیله تیرهای بخت آزمایی تقسیم می کنید، هر یک از این اعمال فسق است. امروز کافران از بازگشت شما از دین شما مایوس شدند، لذا از ایشان مترسید و از من بترسید. امروز برای شما دین شما را کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را برای شما به حیث دین برگزیدم. اما اگر به اثر گرسنگی شدید ناچار شدید، در حالی که تمایل به انجام گناه نداشته باشید، پس خداوند بدون شک آمرزگار و مهربان است. یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمون فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. از تو می پرسند برایشان چی چیز حلال شده است؟ بگو برای شما هر چیز خوب و پاکیزه حلال شده است و آنچه را به حیوانات تربیه شده شکاری خود آموخته اید از آنچه خداوند به شما آموخته است. پس هر چیزی را که آنها برای شما میگیرند بخورید و نام خدا را بر آن یاد کنید و از خداوند بترسید. به تحقیق که خداوند در حساب گرفتن صحیح است. اليوم احل لكم الطيبات و طعام الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. امروز همه چیزهای خوب و پاکیزه برای شما حلال شد و طعام اهل کتاب برای شما حلال است و طعام شما برای ایشان حلال است. نکاح زنان پاکدامن مسلمان و زنان پاکدامن اهل کتاب پیشین برای شما حلال است، در صورتی که با ایشان مهر مقرره ایشان را بدهید. پاکدامن باشید، مرتکب فحشا نشوید و به صورت پنهانی رابطه نامشروع جنسی برقرار ننمایید و کسی که از چیزهایی که باید به آن ایمان آورده شود منکر گردد، بیگمان عمل او حبطه گردیده است و در آخرت از زیانکاران است. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
وقتی که برای نماز آمادگی میگیرید، روح‌ها و دست‌های خود را تا آرنج‌ها بشویید، سر خود را مسح کنید و پاهای خود را تا شتالنگ ها بشویید. اگر جنوب باشید خود را خوب پاک کنید، یعنی غسل کنید. اما اگر مریض یا به سفر باشید یا کسی از شما از قضای حاجت بیاید یا به زنان نزدیک شده باشید و آب نیابید، پس قصد خاک پاک کنید، یعنی تیمم نمایید و با آن روح ها و دست های خود را مسح کنید. خداوند نمی خواهد به شما حرجی عاید کند، بلکه می خواهد تا شما را پاک گرداند و نعمت خود را به شما کامل گرداند تا باشد که سپاسگزار شوید. شما را به آن متعهد ساخته است، آنگاه که گفتید شنیدیم و فرمان بردیم. از خدا بترسید، حقا که خداوند به درون سینه ها آگاه است. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمن شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أي مؤمنون، در راه خدا استوار باشید، با عدالت گواهی دهید. دشمنی دیگران شما را بر آن ندارد که از عدالت عدول ورزید. عدالت ورزید، این به پرهیزگاری نزدیکتر است. از خدا بترسید، حقا که خداوند به آنچه می کنید آگاه است. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرت و اجر عظیم. خداوند به کسانی که ایمان آوردند و عمل نیکو کردند وعده کرده است که برایشان آمرزش است و مزد بزرگ. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. آنانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند، همین هایند اهل دوزخ. نعمت خدا را بر خیش بیاد دارید، هنگامی که مردم خواستند تا بر شما دست درازی کنند، ولی خداوند دست ایشان را از شما باز داشت. از خدا بترسید و باید مسلمانان بر خداوند توکل ورزند. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. بيغمان خداوند از
بنی اسرائیل عهد گرفت و از ایشان 12 وکیل برگزیدیم و خداوند گفت من با شمایم، اگر نماز را برپا دارید، زکات بپردازید، به پیامبرانم ایمان آرید، ایشان را یاری نمایید و به خدا قرض حسنه بدهید، بدون شک من از شما گناهان شما را میزدایم و شما را به باغهای داخل میگردانم که در زیر درختان آن جویبارها جاری است. اما اگر کسی از شما بعد از این کافر شد، پس براستی که راه راست را گم کرده است. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلم عن مواضعه و نسو حظا مما ذکروا به و لا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. به سبب پیمان شکنیشان بر ایشان لعنت کردیم و دلهایشان را سخت گردانیدیم. ایشان کلمه ها را از جاهای درست آنها تحریف کرده و بهرمندی از آنچه را به ایشان گوش زد شده بود فراموش کردند. و تو همیشه بر خیانت تازه از ایشان آگاه میشی، مگر ایده از ایشان که خیانت نمی کنند. پس ایشان را عفو کن و از اعمال ناشایسته ایشان درگذر. حقا که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. و من الذین قالوا اینا نصارا اخذنا میثاقهم فنسو حظا مما ذکروا به فأغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة و سوف ینبئهم الله بما كانوا يصنعون. و از کسانی که خود را نصارا می خوانند پیمانشان را گرفتیم، اما ایشان بهرمندی از آنچه را به ایشان گوش زد شده بود فراموش کردند. سپس در میانشان تا روز قیامت دشمنی و بغض را برانگیختیم و به زودی خداوند ایشان را از نتیجه آنچه می کردند آگاه می سازد. یا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. أي أهل الكتاب، بدون شك بشما پیامبر ما آمده است و شما بسیار چیزهایی را که از کتاب پنهان می کردید بیان می کند و از بسا تأثیرات شما در می گذرد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. برای شما بیگمان از نزد خداوند نور و کتاب واضح آمده است. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه و یهدیهم مستقیم. به وسیله آن کتاب خداوند همه کسانی را که در جستجوی رضای اویند به راههای آرامش و سلامتی هدایت می کند و ایشان را به اراده خود از تاریکی ها به سوی روشنی بیرون می آورد و به راه راست هدایتشان می کند. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء
والله على كل شيء قدير. واقعا کافر شدند کسانی که گفتند خداوند همانا عیسی پسر مریم است. بگو اگر خدا بخواهد عیسی پسر مریم و مادرش و هر آنچه را در روی زمین است همه را هلاک کند، پس چی کسی میتواند کوچکترین مانعی را در برابر خدا به میان آورد؟ پادشاهی آسمان ها و زمین و هر آنچه در میان آنهاست از آن خداست. خداوند هر آنچه را بخواهد می آفریند و خداوند بر هر چیز تواناست. و قالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يهود ونصارى گفتند ما پسران خدا و دوستان او باشیم. بگو پس چرا خداوند شما را در برابر گناهان شما عذاب می کند؟ بلکه شما انسانی هستید از آنچه خداوند آفریده است. هر کی را بخواهد می آمرزد و هر کی را بخواهد عذاب می کند. پادشاهی آسمان ها، زمین و هر آنچه در میان آنها است از آن خداست و به سوی اوست بازگشت. یا اهل الكتاب قد جاء فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ای اهل کتاب، پیامبر ما به سوی شما آمد تا در هنگام فترت پیامبران حقایق را بیان کند، تا نگویید برای ما مژده دهنده و بیم دهنده نیامده است. بنابراین اینک برای شما واقعا مژده دهنده و بیم دهنده آمد. خداوند بر همه چیز تواناست. و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلكم ملوكا و آتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين. و بیاد آرید وقتی را که موسی و قوم خیش گفت ای قوم من نعمت خدا را بر خود بیاد آورید، چون در میان شما پیامبرانی گماشت و هر کدام شما را پادشاه یعنی صاحب اختیار گردانید و برای شما چیزهایی را داد که بر هیچ کسی دیگر از جهانیان نداده بود. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ای قوم من، به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما اختصاص داده است داخل شوید و به عقب خیش باز مگردید که زیان من میشید. قالوا یا موسی این فیها قوما جبارین و اینا لن ندخلها حتى یخرجوا منها فإن یخرجوا منها. گفتند ای موسی در آن سرزمین مردم بسیار سرکشند و ما هرگز در آن داخل نمی شویم تا ایشان از آن بیرون آیند. اگر ایشان از آنجا بیرون شوند بیگمان ما داخل شوند. ای قال رجلان من الذین یخافون انعم الله علیهم ادخلوا علیهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. در این
کسانی که از خدا ترسیدند و خداوند بر ایشان نعمت خود را ارزانی کرده بود گفتند بر ایشان از دروازه شهر داخل شوید و چون به آن داخل شدید یقینا شما پیروز هستید. و علی الله فتوکلوا این کنتم مؤمنین. و بر خدا توکل ورزید اگر ایمان دارید. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. گفتند أي موسى مادامك أنها در آنجا باشند ما هرگز در آنجا داخل نمی شویم. برو تو و پروردگارت بجنگی، ما در اینجا نشسته ایم انتظار می کشیم. قال رب انی لا املك الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. موسی گفت ای پروردگار، من تنها اختیار خود و برادر خود را دارم، پس تو میان من و این مردم عصیانگر جدایی بیفکن. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. خداوند گفت پس آن سرزمین تا 40 سال بر ایشان حرام کرده شده است که در روی زمین سرگردان می شوند، پس تو بر این مردم سرکش اندوهگین مباش. واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. و ایشان داستان دو پسر آدم را به حق بخوان. انگامی که هر یک از این دو تن قربانی را به خداوند تقدیم کردند، پس قربانی یکی از ایشان پذیرفته شد و از آن دیگر پذیرفته نشد. دومی گفت براستی تو را میکشم، و ای گفت بیشک خداوند قربانی را از پرهیزگاران میپذیرد. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما إني أخاف الله رب العالمين. اگر تو برای کشتن من دست خود را دراز کنی، من دست خود را به سوی تو برای کشتن دراز نمی کنم، به تحقیق که من از خداوند پروردگار عالمیان می ترسم. من می خواهم تا تو هم گناه مرا و هم گناه خود را به دوش خود بکشی و به این ترتیب از اهل آتش گردی، و این از جزای ستمگاران. فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. نفس خودخواه او وی را به قتل برادرش رام ساخت، پس او را کشت و به این ترتیب از زیانکاران گردید. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادين. پس خداوند زاغی را فرستاد که زمین را میکاوید تا
تا به او نشان بدهد که چطور جسد برادرش را بپوشاند. گفت وای بر من، آیا از این عاجز شدم که به مثل این زاغ باشم تا جسد برادر خود را بپوشانم؟ و بدین ترتیب پشیمان شد. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها اسرائیل حکم کردیم که اگر کسی شخصی را که مرتکب قتل نشده و در روی زمین فساد انگیزی نکرده باشد بکشد، گویا همه مردم را کشته است، و اگر کسی سبب زندگی دیگری شده باشد، گویا که همه مردم را زنده گردانیده است. به تحقیق که پیامبران ما با نشانه های روشنی سوی ایشان آمدند، اما بعد از آن هم بسیاری از بنی اسرائیل به اسراف در روی زمین دوام دادند. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بگمان جزای کسانی که با خداوند و رسول او به جنگ برمیخیزند و به فسادکاری در زمین سعی میورزند این است که کشته شوند یا به دار زده شوند، یا دستها و پاهایشان از طرف مخالف بریده شوند، یا از زمین دور ساخته شوند. این برایشان رسوایی است در دنیا و در آخرت برایشان عذاب بزرگی است. الا الذين تابوا کسانی که پیش از دست یافتن شما بر ایشان توبه نمایند، پس بدانید که بیگمان خداوند آمرزگار و مهربان است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلة وجاهدوا فی سبیله لعلكم تفلحون. ای مؤمنان، از خدا بترسید و وسیله تقرب را به وی بجویید و در راه او جهاد کنید تا باشد که رستگار شد. اگرچه واقعاً همه وسایلی که در روی زمین وجود دارد و حتی دو چند آن به دسترسشان قرار داده شود تا آن را برای نجات از عذاب روز قیامت فدیه بدهند، هرگز از ایشان پذیرفته نمی شود و برای ایشان عذابی دردناکی است. یریدون آتش دوزخ بیرون شوند، ولی هرگز از آنجا بیرون شدنی نیستند و برای ایشان عذاب است همیشگی. و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم.
چی مرد باشد و چی زن دست های ایشان را ببرید به جزای عملی که آن را مرتکب شدند و این سرزنشی است از جانب خدا و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. پس اگر کسی بعد از ستمی که کرده است توبه کند و خود را اصلاح نماید پس حقا که خداوند توبهش را میپذیرد دون شک خداوند آمرزگار و مهربان است. پادشاهی آسمانها و زمین از آن خداست، هر که را بخواهد عذاب می کند و هر که را بخواهد می آمرزد و خداوند بر همه چیزها تواناست. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أي پیامبر آنانی که به سوی کفر می شتابند نباید ترا اندوهگین سازند. از کسانی که به زبان خود گفتند ایمان داریم ولی دلهایشان ایمان نیاورده است و از یهودیان که به هر دروغی گوش فرا می دهند به مردم دیگری که پیش تو نیامده انگوش می نهند کلمات را بعد از آن که در جای اصلیش قرار یافته است تغییر می دهند می گویند اگر برای شما این حکم داده شد یعنی طبق نظر شما حکم صادر گردید آن را بپذیرید و اگر این حکم طبق نظر شما داده نشد از قبول آن اجتناب ورزید و چون خدا اراده گمراهی کسی را بنماید برای او از جانب خدا هیچ چیزی کردن نمی توانی. آنهایم که خداوند نخواسته از تا دلهایشان را پاک گرداند برای ایشان در دنیا رسوایی است و برای ایشان در آخرت عذابی است بزرگ. سماعون للكذب اکالون للسحر فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. به هر دروغی گوش فرا می دهند هر حرامی را می خورند پس اگر نزد تو بیایند در بینشان فیصله کن یا از ایشان اعراض نما و اگر از ایشان اعراض کنی هیچ ضرری به تو رسانیدن نمی توانند و اگر فیصله کردی با انصاف در میانشان فیصله کن حقا که خداوند مردم منصف را دوست دارد. و کیف یحکمونک و عندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك
بالمؤمنين. و چگونه تو را حکم می سازند در حالی که تورات به دسترسشان است و در آن حکم خداست؟ بعد از آن نیز اعراض می کنند و آنها واقعا مؤمن نیستند. استادیم و در آن هدایت و روشنی است. پیامبران بنی اسرائیل که به فرمان خدا تسلیم بودند با آن برای یهود حکم میکردند و علمای ربانی و دانشمندان یهود نیز به سبب این که به کار حفاظت کتاب خدا گماشته شده بودند و بر آن گواه بودند، بنابران از مردم مترسید بلکه از من بترسید و آیات مرا در برابر بهای ناچیز نفروشید. کسانی که مطابق با آنچه خدا فرو فرستاده حکم نکنند هم ایشانند کافر. چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و زخمها در برابر یک دیگر قصاص می شود. پس اگر کسی از قصاص درگذرد، این عفو کفاره گناهان وی می شود و کسانی که مطابق با آنچه خداوند فرو فرستاده حکم نکنند هم ایشانند ستمگر. پسر مریم را به حیث تصدیق کننده آنچه پیش از او از تورات آمده بود فرستادیم، برای او انجیل را دادیم که در آن هدایت و روشنایی بود و آنچه را پیش از آن از تورات نازل شده بود تصدیق می کرد و هدایت و پندی بود برای پرهیزگاران. چیزی حکم کنند که خداوند در انجیل فرو فرستاده است. کسی که به آنچه خداوند فرو فرستاده است حکم نکند هم ایشانند فاسق. فاحكم بين
دينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء کتاب را به حق فرستادیم در حالی که آنچه را پیش از آن از کتاب نازل شده بود تصدیق می کند و بر آن نگهبان می باشد. پس میان ایشان به آنچه خدا فرستاده است حکم کن و به عوض احکام راستینی که به تو آمده است از هوای نفسشان پیروی مکن. به هر گروهی از شما شریعتی و راهی مقرر کردیم. اگر خداوند اراده می کرد شما را امت واحد می گردانید، ولی خواست او این است تا شما را در چیزی که به شما داده است آزمایش کند. پس به نیکویی ها شتاب کنید. بازگشت همه شما به سوی خداست. سپس از آنچه در آن اختلاف می کردید شما را آگاه می سازد. و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. وگفتیم در بینشان طبق آنچه خداوند فرو فرستاده است حکم کن و از هوای نفس ایشان پیروی مکن و از ایشان در حذر باش. مبادا تو را فریب داده و از بعضی تعالیمی که خداوند به سوی تو فرستاده باز دارند. و اگر ایشان رو برگردانند پس متیقن باش که خداوند می خواهد تا ایشان را در برابر بعضی از گناهانشان مجازات کند. براستی که بسیاری از مردم فاسق است. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. پس آیا حکم دوره جاهلیت را می خواهند؟ برای مردم با ایمان چی کسی می تواند از خداوند حکم بهتری صادر کند؟ یا گاه خود قرار ندهید. بعضشان دوست یعنی تکیگاه بعضی دیگر و کسی از شما که به دوستی به آنها رو می آورد بیگمان وی از آنهاست. بیشک خداوند مردم ستمگار را رعیاب نمی سازد. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشا تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا
هایشان بیماری است، میبینی که به سوی یهود و نصارا میشتابند. میگویند میترسیم مبادا مصیبتی به ما برسد. پس به زودی خداوند برای مسلمانان پیروزی میسر میگرداند یا گشایشی از نزد خود فراهم میسازد. در آن وقت است که منافقان از آنچه در دل پنهان کردن پشیمان میشوند. که با تأکید به نام خدا سوگند یاد می کردند که واقعا آنها با شمایند، اعمالشان هبته شد و از زیانکار شدند. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه شما از دین خود برگردد، به زودی خداوند مردمی را خواهد آورد که ایشان را خداوند دوست می دارد و ایشان نیز خدا را دوست می دارند. مردمی با مؤمنان فروتن، بر کفار سختگیر، در راه خدا جهاد می کنند و هرگز از ملامت ملامتگران نمی ترسند. این فضل خداوند است، آن را به هر که بخواهد ارزانی می نماید و خداوند گشایشگری داناست. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بیگمان دوست واقعی شما خدا و پیامبری و مؤمنانند، آنهایی که نماز را به تمام و کمال ادا می کنند، زکات می دهند و در پرستش خدا فروتن می باشند. کسی که خدا پیامبری و مؤمنان را دوست بگیرد، بیگمان حزب خدا همانهایند غالب. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. از اهل کتاب پیشین و کافران، کسانی را که دین شما را به مسخره می گیرند و آن را ملعبه قرار می دهند، دوست نگیرید و از خدا بترسید اگر واقعا مؤمن هستید. و اذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا ذلك بانهم قوم لا یعقلون. و هنگامی که مسلمانان را به نماز فرا می خوانید، یعنی آذان می دهید، این نامسلمانان آن را به تمسخر و بازی می گیرند. این از سبب است که ایشان قومی ام نافهم. قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الينا وما
سبب که ما به خدا و آنچه به ما نازل شده است و آنچه پیش از ما نازل شده است ایمان داریم و حال این که اکثر شما فاسق هست. کسانی که خداوند ایشان را لعنت کرده و بر ایشان خشمگین شده و از ایشان مسخره شدگانی به شکل بوزینگان و خوک ها ساخته و شیطان را پرستش کرده اند، اینها از نظر مرتبه بدترند و از راه راست گمراه تر. و اذا جاءوکم قالوا شما آیان میگویند ایمان آوردیم، در حالی که ایشان واقعا با کفر در آمدند و هم ایشان واقعا با کفر بر آمدند و به آنچه پنهان داشتند خداوند داناتر است. و ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاثم والعدوان و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یعملون. بسیاری از ایشان را میبینی که در گناه، تجاوز و حرامخواری شتاب میورزند. واقعا بد است آنچه ایشان مرتکب میشدند. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. چرا علمای ربانی و دانشمندان یهود ایشان را از گفته های گناه اندود و حرام خاریشان منع نمی کنند؟ واقعا بد است اعمالی که ایشان انجام می دهند. و قالت یهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنو بما قالو بل یده دستهایشان بسته باد، به سبب این گفتارشان لعنت شده است بر ایشان. نخیر، بلکه هر دو ید خداوند گشاده است
هر گونه که بخواهد خرج می کند و کتابی که به تو از جانب پروردگار تو نازل شده یعنی قرآن مجید بر سرکشی و کفر بسیاری از ایشان می افزاید و ما در میانشان تا روز قیامت دشمنی و کینه توزی افکندیم. هر باری که آتش جنگ را می افروزند خداوند آن را خاموش می سازد و همواره بر روی زمین سعی و فساد می نمایند و خداوند مفسدان را دوست نمی دارد. ایشان گناهانشان را می زدودیم و ایشان را در باغ‌های پر نعمت بهشت راه می دادیم. انجیل و آنچه با ایشان از جانب پروردگارشان فرستاده شده بود برپا می داشتند، بیگمان از آسمان و زمین روزی می خوردند. گروهی از ایشان میان روند، اما اعمال بسیاری از ایشان ناشایسته است. طرف پروردگارت بر تو نازل شده است برسان و اگر چنین نکنی رسالت او را انجام ندادی و خداوند تو را از شر مردم فساد پیشه نگه می دارد فخاک خداوند گروه کافر را هدایت نمی کند. شما به چیزی نیستید که بر آن استناد ورزید تا رهنمودهای تورات انجیل و آنچه را از طرف پروردگار شما برای شما فرو فرستاده شده است عملی سازید و به یقین آنچه به تو از جانب پروردگارت نازل شده است به سرکشی و کفر بسیاری از ایشان می افزاید بنابران بر رویه مردم کافر غمگین مباش. شده و صابی ها و نصارا هر کسی که به خداوند و روز قیامت ایمان آرد و کاری نیک کند پس بر ایشان نه ترسی است و نه هم ایشان اندوهگین می شوند.
استواری گرفتیم و به سوی ایشان پیامبرانی فرستادیم. هر باری که به ایشان پیامبری چیزی را می آورد که مطابق به هوای نفسشان نمی بود، عده از این پیامبران را تکذیب کردند و عده از ایشان را به قتل می رساندند. ایشان پنداشتند که آزمایش یعنی عذابی نخواهد بود، بنابراین کور و کر شدند. سپس خداوند توبه ایشان را پذیرفت، ولی باز هم اکثر ایشان کور و کر شدند. به آنچه ایشان می کنند خداوند بیناست. لقد کفر الذین قالوا کسانی که گفتند واقعا خداوند همان عیسی و پسر مریم است کافر شدند، در حالی که عیسی خود گفت ای بنی اسرائیل، خداوند را که پروردگار من و شما است بپرستید. واقعیت این است هر کسی که به خدا شریک بیاورد، بیگمان خداوند بر او بهشت را حرام کرده است و جایش دوزخ است و برای ستمگاران یاری دهنده ای نیست. لقد کفر الذین قالوا کسانی که گفتند به یقین خداوند سومی یعنی خدایان سیگانه است کافر شدند، در حالی که جز خداوند یگانه هیچ معبودی نیست. و اگر ایشان از این چیزی که میگویند خودداری نکنند، بدون شک به کسانی که از آنها کافر گردیدند عذاب دردناک میرسند. و از او آمرزش نمی طلبند و خداوند آمرزنده و مهربان است. مسیح پسر مریم نیست مگر پیامبری، بدون شک بسا پیامبران پیش از او گذشته است. مادر او زنی صدیقه بود، هر دویشان طعام می خوردند. ببین که چطور برای ایشان آیات خود را بیان می کنم و باز ببین که آنها چگونه از حق باز داشته می شوند. قل اتعبدون من دون الله شما به جز خدا چیزی را پرستش می کنید که قدرت آن را ندارد تا به شما زیانی یا سودی برساند، و خداوند هم اوست شنوا و دانا. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا
در دین خود بناحق غلو یعنی افراد ما کنید و از هوای نفس مردمی که در گذشته به خطا رفته اند و بسا مردمی را گمراه ساختند و خودشان نیز از راه راست انحراف ورزیدند پیروی مکنید. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم ذلك بما عصوا و کانوا یعتدون. به آن گروهی از بنی اسرائیل که کافر شدند به زبان داود و عیسی پسر مریم لعنت شد. این از سببی بود که ایشان نافرمانی می کردند و از حد می گذشتند. ایشان یک دیگر را از گناهانی که مرتکب شدند باز نمی داشتند. چی بد از عملی که ایشان مرتکب می شدند. بسیاری از ایشان را میبینی که کافران را دوست میگیرند. چی بدی است کارهایی که نفسشان برای آنها پیش فرستاده است به سبب آن که خداوند بر ایشان خشمگین شد و ایشان همیشه در عذاب به سر میبرند. فرستاده شده است ایمان می آوردند، کافران را دوست نمی گرفتند، اما بسیاری از ایشان فاسقند. شدیدترین مردم از روی دشمنی برای مؤمنان یهود و مشرکان را میابی و بیگمان نزدیکترین مردم از روی دوستی برای مؤمنان کسانی را میابی که میگویند ما نصارایم. این از سببی است که در بینشان کسیس ها یعنی دانشمندان و رهبان های یعنی صومعه‌نشینان وجود دارد و ایشان گردن کشی نمی کنند.